دوستان عزیز درود بر شما. در این قسمت با هوس شگفت‌انگیز موهای کاکل ذرت و طرز تهیه چای آن با شما خواهیم بود. پس لطفاً تا انتهای این ویدیو با ما همراه شوید. از شما که با لایک و کامنت هایتان از ما حمایت می‌کنید سپاسگزاریم. بیشتر مردم معمولاً هنگام پوست کندن ذرت موهای آن را دور می‌ریزند، اما آنها قابل استفاده هستند و می‌توانید با تهیه دمنوش موهای ذرت از هوس فوق‌العاده آن بهره‌مند شوید. همین که پوشش سبز رنگ اطراف ذرت رو برمی‌دارید، یک لایه دیگر می‌بینید. این به عنوان موهای ذرت شناخته می‌شود. می‌توانید از آن به دو شکل تازه و خشک استفاده کنید. باید رشته‌های سبز و طلایی را از ذرت بیرون بکشید و در یک قابلمه بریزید. اگر می‌خواهید آنها را تازه نگه دارید، آنها را در ظرف دربسته قرار دهید و در یخچال نگهداری کنید. به این ترتیب چند هفته تازه می‌مانند. برای نگهداری بیشتر، می‌توانید آنها را خشک کنید. هیچ راهی وجود ندارد که شما بتوانید به طور مستقیم موهای ذرت را بخورید. این کار چندان خوشایند نیست. باید ذرت ارگانیک و تازه را بردارید و موهای ذرت را جمع‌آوری کنید تا بیشترین فایده را به دست آورید. اگر به ارگانیک یا ذرت تازه دسترسی نداشته باشید، به پودر ابریشم ذرت متوسل شوید. اما در ادامه دو روش آماده کردن چای موهای ذرت را برای شما توضیح خواهیم داد. روش اول، مواد مورد نیاز: موهای خشکی یا تازه ذرت، آب، عصاره لیمو. طرز تهیه: بگذارید چند دقیقه آب بجوشد. زمانی که شروع به جوشیدن کرد، ابریشم خشکی یا تازه را روی آن قرار دهید. بگذارید چند دقیقه بجوشد و در آن خیس بخورد. این باعث تبدیل شدن به یک مایع نخودی رنگ مایل به قهوه‌ای خواهد شد. آن را صاف کنید و بنوشید. شما می توانید آن را سرد یا گرم بنوشید. برخی افراد اضافه کردن عصاره لیمو برای بهتر شدن طعم این چای را ترجیح می‌دهند. شما از این چای می‌توانید چند روز در یخچال نگهداری کنید. روش دوم. این روش برای کسانی ایده‌آل است که می‌خواهند از فواید موهای ذرت بهره‌مند شوند. مواد لازم: موهای خشک ذرت خرد شده، آب، عسل. طرز تهیه: این روش نیازی به جوش ندارد. کمی آب را داخل لیوان شیشه‌ای دردار بریزید. ذرت خشک شده را به آن اضافه کنید. در پوش را روی ظرف بگذارید و یک روز تمام زیر آفتاب نگه دارید. در پایان روز شیشه را داخل آورید و مقداری عسل به آن اضافه کنید و خوب هم بزنید. آن را در یخچال نگه دارید و سرد بنوشید. موهای ذرت با نژادهای مختلف از قرون باستان مورد استفاده قرار گرفته است و گفته می‌شود که دارای خواص درمانی است. قبایل بومی آمریکایی به طور خاص از موهای ذرت در طول قرن‌ها برای نیازهای دارویی و شفابخش استفاده کردند. ابریشم ذرت شامل مواد غذایی کلیدی مانند پتاسیم، کلسیم، ویتامین B2، ویتامین C و ویتامین K است. اما مزایا و خواص موهای ذرت: موهای ذرت به عنوان یک عامل ضد التهاب برای عفونت‌های دستگاه ادراری عمل می‌کند. به طور کلی مجرای ادرار را پوشش می‌دهد و مانع از سوزش بیشتر می‌شود. مصرف چای موهای ذرت به تسکین مثانه و دستگاه ادراری کمک می‌کند. باعث می‌شود ادرار کنید و در نتیجه خطر ایجاد باکتری در دستگاه ادراری را کاهش می‌دهد. همچنین برای تسکین غده عصبی پروستات استفاده می‌شود. سالهاست چای موهای ذرت به عنوان یک عامل قوی استفاده می شود. به تخلیه آب اضافی و ضایعات بدن کمک می کند. در نتیجه مشکلات مربوط به حفظ آب را کاهش می دهد. طبق مطالعات استفاده از ادرارآورها به از بین بردن چندین خطر سلامتی شامل نارسایی احتقانی قلب و بیماری های کلیوی در طولانی مدت کمک می کند. سنگ کلیه از رسوبات کوچکی تشکیل شده است که می تواند موجب درد و ناراحتی شود. موهای ذرت از زمان باستان برای جلوگیری از وقوع سنگ کلیه مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از ابریشم ذرت میتواند جریان ادرار را افزایش داده و احتمال تشکیل رسوب در کلیه ها را کاهش دهد. موهای ذرت به خاطر خواص ضد التهابیان مشهور است. پیروان طب سنتی بر این باور هستند که میتواند برای کاهش درد ناشی از ناخوشی های ملتهب مانند نقرس و ورم مفاصل از موهای ذرت استفاده کند. عمل ادرارآور موهای ذرت ممکن است از تشکیل اسید اوره اضافی در مفاصل بدن جلوگیری کند که منجر به درد نقرس می شود. با این حال نباید به عنوان درمان تلقی شود، بلکه یک کمک درمان است. موهای ذرت همچنین به تسهیل در لخته شدن خون کمک می کند.
موهای ذرت حاوی ویتامین کا است که به فرایند لخته شدن خون کمک میکند. این به شما کمک میکند که از دست دادن خون بیش از حد در صورت آسیب دیدن را تجربه نکنید. امروز بسیاری از مردم مبتلا به فشار خون بالا هستند. آنها میتوانند چای موهای ذرت را برای کاهش فشار خون بالا مصرف کنند. مصرف چای موهای ذرت به افراد مبتلا به قند خون کمک میکند. مطالعه‌ای در سال 2012 در ژورنال بین المللی منتشر شد. تاثیر عصاره موهای ذرت بر دیابت را نشان داد. استفاده از ابریشم ذرت به کاهش سطح قند خون کمک میکند. قند خون بالا منجر به بیماری هایی مثل سکته، مشکلات کلیوی و دیابت میشود. کمک به درمان کلسترول. کلسترول در جریان خون منجر به ظهور چندین بیماری بحرانی در طولانی مدت از جمله مشکلات قلبی میشود. پزشکان میگویند پایین نگه داشتن کلسترول برای سلامتی مهم است. استفاده از موهای ذرت به پایین آوردن سطح کلسترول کمک میکند. موهای ذرت شامل ویتامین C است که برای تقویت ایمنی بدن ایدئال است. همچنین نقش محوری در تنظیم هزاران عملکرد در بدن انسان بازی میکند. همچنین میتوانید به طور روزانه از موهای ذرت استفاده کنید. چای تهیه شده با آن میتواند به طور روزانه برای مقابله با مشکلات پوستی نظیر جوش و کورک به کار رود. همچنین به کاهش خارش و درد ناشی از جراحات پوستی نیز کمک شایانی می کند. چاقی یک تهدید بزرگ برای سلامتی است که امروزه بخش بزرگی از جمعیت بشر را تحت تاثیر قرار می دهد. در حالی که چاقی بیش از یک فاکتور از جمله ژنتیک دارد، برخی افراد به خاطر آب اضافی و تجمع سم در بدن وزن اضافه دارند. از آنجایی که موهای ذرت در حذف آب اضافی و مواد زائد بدن مؤثر است، روزانه 2 یا 3 فنجان از آن را بنوشید. مصرف چای موهای ذرت مزایای بسیاری برای سلامتی دارد. ابریشم ذرت دارای آنتی اکسیدان است که با فشار اکسیداتیو مبارزه می‌کند و مانع از ظهور انواع خاصی از سرطان‌ها می‌شود. ورم زمانی اتفاق می‌افتد که قلب درست کار نکند یا ضعیف شود. به همین دلیل قلب قادر نخواهد بود به اندازه کافی خون را به بخش‌های مختلف بدن پمپاژ کند. این امر منجر به تضعیف کلیه‌ها و ذخیره‌سازی مایعات در زانوها و ریه‌ها می‌شود. طبق مطالعات استفاده از ابریشم ذرت ممکن است به بهبودی از تورم ریه یا تورم محیطی کمک کند. خوردن این چای به تعادل سطح مواد معدنی حیاتی بدن انسان کمک می‌کند که برای زندگی سالم ضروری است. همچنین به حفظ سطح ایدئال سدیم در بدن منجر می‌شود. علاوه بر این موهای ذرت می‌تواند پتاسیم اضافی را از بدن دفع کند. سدیم نقش محوری در رشد توانایی‌های ذهنی و شناختی و تنظیم فشار خون دارد. تعدادی از مطالعات نشان دادند که مصرف ابریشم ذرت می‌تواند در مقابله با مشکلات دانه‌های پوستی کمک کند. این می‌تواند برای افرادی که مبتلا به مشکلات پوستی هستند مفید باشد. اما افرادی که باید با احتیاط چای موهای ذرت را میل کنند. به طور کلی مصرف چای موهای ذرت سالم است و بزرگسالان و کودکان می‌توانند بدون دغدغه‌ای آن را بنوشند. با این حال قبل از شروع استفاده از آن باید جنبه‌های مختلف آن را در ذهن داشته باشید. استفاده از موهای ذرت می‌تواند منجر به کاهش میزان پتاسیم در خون شود. این ممکن است منجر به آلرژی شود. در بیشتر موارد زنانی که باردار یا شیرده هستند می‌توانند چای موهای ذرت را به مقدار متوسط مصرف کنند. اما مصرف این چای در مقادیر زیاد توصیه نمی‌شود چون می‌تواند منجر به تحریک رحم و حتی سقط جنین شود. بنابراین مراقب باشید. با اینکه این خیلی شایع نیست اما بخشی از مردم نسبت به ذرت حساسیت دارند. ممکن است بعد از نوشیدن چای موهای ذرت نیز آلرژی ایجاد کنند. با این حال واکنش‌ها جدی نیستند و تنها محدود به پوست هستند. همچنین باید در مورد احتمال تداخل موهای ذرت با داروهای خاص دقت کنید. این به این دلیل است که استفاده از موهای ذرت سطح قند خون را کاهش می‌دهد. این اتفاق زمانی می‌افتد که از داروهای دیابت خاص استفاده می‌کنید. اگر همزمان از هر دو استفاده کنید سطح قند خون خیلی کاهش پیدا خواهد کرد که مطلوب نیست. همین مسئله میتواند در مورد کسانی که با فشار خون بالا مقابله میکنند گفته شود. افرادی که قند خون دارند یا با فشار بالا سر و کار دارند باید پس از مشورت با پزشک از این چای بنوشند. امیدوارم این مطالب برای شما مفید بوده باشد. از اینکه تا انتهای این ویدیو با ما همراه شدید سپاسگزاریم. لایک و کامنت های شما موجب دلگرمی ماست. لطفاً کانال را سابسکرایب کنید تا دیگر ویدیوهای ما را نیز ببینید.